تجاوزی که توی قسمت دیشب سریال قضاوت نشون داد باعث شد که خیلی از ترک ها خشم بینشن. اگه میخواییم بدونی که چرا دلش چی بوده و چرا خشم بین شدن در ادامه ویدیو همراه من باشید <applause> تو قسمت قبلی نشون داد که مدیر کلانتری عوض شده و یه آقای جدیدی اومده اونجا مدیر اونجا شده و اون یه کمیسری که جدیده رو برای بخش جنایی آورده اونجا و توچه دختر کمیسر ارن رو میکنه دستیار اون برای اینکه بره بیرون از کلانتری توچه تا همیشه پشت سیستم کار میکرده و هیچ وقت نرفته بوده سر صحنه جرم و جنایت و کمیسر ارن همیشه مخالف بوده همیشه ترجیحش بوده که دخترش هم اونجا بمونه اما بعد از اینکه کمیسر جدید میاد به عنوان دستیار میره سر صحنه جرم بعد که توچه برای یه موضوعی به یه ساختمونی میره متوجه میشه که یه خانومی اونجاست که پسرا دارن اذیتش میکنن و پسرا بهش میگن که بیا بریم تو خونه و خانومه داره میگه که شما به من گفته بودین یه نفرین اما الان دو سه نفرین و من اینو قبول نمی کنم و نمیام توچه همون لحظه میاد پایین یه تیر میزنه هوایی و به خانومه میگه برو بیرون و در حالی که میخواد دو تا از پسرا رو دستگیر کنه نفر سوم از پشت توچه رو میزنه و توچه میفته زمین و اونجا پسرها شروع میکنن به گفتن اینکه به به این چقدر خوبه این از قبلی هم حتی بهتر خوشگلتر پلیس هم هست ببریمش تو خونه توچه میره اونجا و تا شب هیچ کدوم از اعضای خانواده و دوست پسرش رو باباش و اینا خبر نداشتن که توچه کجاست و متوجه هم نشده بودن که توچه نیست خلاصه شبش در حالی که افه دوست به سر توچه باش قرار داشته که برن تئاتر ببینن نمیاد توچه و یه اتوی دریا توچه رو پیدا میکنن در حالی که کلی مرد ضرب و شتم قرار گرفته بود میبرنش بیمارستان و مشخص میشه که مرد تجاوز قرار گرفته اونم توسط سه چهار نفر و تمام بدن شکستگی داره آسیب خیلی جدی دیده و خلاصه نبز ضعیف و کاملا به زور تا الان تونستن زنده نگهش دارن اونم اگه بتونه راه برو این داستانا خلاصه خیلی خیلی اتفاق بدی براش افتاده حالا کجای این داستان مردم عصبی کرده آوردن کلمی تجاوز تو سریال ترکی ممنوعه و حتی یک بار هم این اسم نباید تو سریال بیاد و دیشبم هم دقیقا همینطور بود که اصلا هیچ کلمه ای گفته نمیشد فقط با عکت صورتشون میتونستن اینو بگن و مردم شاکی بودن که این قضیه رو توی توی روزانه زندگی هم ما داریم میبینیم یکی اینکه چرا به تصویر کشیدین همچین چیزی رو توچه به عنوان یه پلیس موفق اصلا حقش نبود که همچین اتفاقی براش بیفته یکیش این که توچه شما دارین نشون میدین توچه تا موقعی که توی خود کلانتری بود و زیر نظر باباش بود هیچ اتفاق نیفتاد براش و دقیقا اولین روزی که کلانتری خارج شد متاسفانه مورد تجاوز قرار گرفت و این توی جامعه مرد سالر، ترکیه همین هم خوب نیست و شما دارین به آدمای دیگه این حس رو میدین که اگر از زیر سلطه پدرتون بیاین بیرون ممکنه سرنوشی مثل سرنوشت توچه در انتظارتون باشه و یه آلم از آدما گفته بودن شما به خاطر امتیازی که قرار بگیرین دارین نشون میدین که پدر توچه داره صحنه که دخترش مورد تجاوز قرار میگیره رو میبینه حتی و این اصلا خوب نیست و فقط به خاطر امتیاز آوردن دارین بدترین لحظات رو به بیننده نشون میدین که دقیقا اولین روزی که توچه از کلانتری خارج شد مورد این تجاوز قرار گرفت از نظر آدم ها اصلا منطقی نبود و فکر میکنن که توی این جامعه این مرد سالار شما میخواین به خونواده ها این حس رو بدین که اجازه ندین دختراتون مستقل شن چون جامعه همینقدر میتونه ترسناک باشه در حال این پیام رو داره میده که قضاوت همیشه به خاطر اینکه هوای زنا رو داشت به خاطر اینکه قانون رو خیلی خوب توضیح میداد و اینا همیشه خیلی محبوب بود اما قسمت دیشب متاسفانه کلی کامنت بد گرفته بود که خیلی حس بدی منتقل کرده بود نظر شما چیه به نظرتون آدما دارن درست میگن در این مورد